آن چیزی که ما توی جنبش زن زندگی آزادی دیدیم رو از قبل پیشبینی میکردیم، چون شکاف جنسیتی یعنی شکاف نابرابری بین زنان و مردان رو در مرزی میدیدیم که به یه همچین خشمی برسه که زنان توی جنبش زن زندگی آزادی اون رو اعلام کنن و نشون بدن. یعنی این برای ما خیلی واضح بود با آماری که از شکاف جنسیتی میدادیم که آخرین آمار به ما نشون میده که ما از بین 146 کشور مورد بررسی در مورد نابرابری بین زن و مرد رتبه 143 رو کسب کردیم، یعنی جزو 3 کشور دارای بیشترین نابرابری بین زن و مرد تو حوزه‌های مثل اشتغال، بهداشت، حضور در سیاست و آموزش هستیم. و این اصلا شوخی نیست، یعنی تمام بیشتر کشورهای اطراف ما، کشورهای عربی که یه موقع فکر میکردیم که تو بحث زنان ما عقب‌ترن، الان وضع بهتری تو حوزه از ما دارن. ضمن اینکه ما قوانین نابرابرمون بسیار به زنان آسیب میزنه، یعنی قوانین خانوادگی که در واقع یک طرفه ریاست خانواده رو به مرد میده و در واقع یک خانوادگی با حضور یک زن و مرد مساوی بر تشکیل نمیشه و بسیار این هم به زنان داره آسیب میزنه. و ضمن قوانین دیگه، یعنی تو قانون اساسی ما پر از قوانین تبعیض‌آمیز در مورد زنان هست، در مورد ریاست جمهوری زنان هست، حجاب اجباری هست که واقعا 40 سال زنان با اون تحمل کردن، ولی خب سالی گذشته نشون دادن دیگه نمیخوان تحمل رو ادامه بدن.